درود بیکران در بازی تیم تاج که بهش میگن استقلال با آلومینیوم عراق اتفاقاتی افتاد. دختران عراقی ترکوندن. دمش گرم دروازه‌بان استقلال آقای حسینی که دختر رو بغل کرد، دختر هوادار استقلال رو بغل کرد. در مورد صحبت داریم، ولی میخوایم بگیم که چگونه رژیم اسلامی رو تحقیر کردن دختران در ورزشگاه عراق داشته باشیم و بعد بریم واکنش های نیروهای قهوه‌ای سوخته رو با هم یک مروری بکنیم. دمش گرم، رو سریش افتاده. ببین اینا بعد اینجا ضربه ها داره به رژیم میخوره، حسینی میاد و بغلش میکنه. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود، یعنی درود بر این دروازه‌بان با غیرت. من بنده پرسپولیسی هم میدونید دیگه، لذت بردم ولی اون شب از هواداران استقلال، لذت بردم از این دروازه‌بان که رفت این دختر رو در آغوش گرفت. یک دهنکجی بزرگی به خامنه‌ای بود، یک دهنکجی بزرگی به خامنه‌ای و اصل اسلام با این کارش یک تیر دیگر بر گلوی علی اصغرشون زد، یک تیر دیگر، یک برش دیگری بر گردن حسینشون زد. خیلی اتفاق بزرگی بود. بعد حسینی رو به خاطر این کار مامورانه، ببین این نظامی‌ها دارن حسینی رو کتک می‌زنن به خاطر که هوادار استقلال بغل کرد. ببین دقیق و نظامی داره می‌زنه. آفرین هواداران استقلال، در اینجا به نیروهای انتظامی و ماموران جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی شعار بیشرف بیشرف میگن. اینجا هم یه دختر دیگه میاد دمش گرم، بازیکن استقلال لباسش اینجا در میاره. نگاه کنید، درود به این بازیکن استقلال، لباسش در میاره به این دختر میره و این دختر دمت گرم، دمت گرم. این دویدن این دختری که این لباس رو گرفت به این شکل، این نمادی از شکست و سقوط جمهوری اسلامیه. یعنی اینجا که این دختر این پیرن رو میبره بالا، این میتونه سمبولی از سقوط رژیم باشه توسط دختران، سمبولی از سقوط رژیم توسط دختران. نگاه کنید اینجا، آفرین. 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 و بیشتر دخترها اینجا حجاب رو برداشتن. ضربات پشت سر هم بر پیکره رژیم داره میاد. یک سمبل بزرگی بود از این صحنه. یه ویدیو دیگه هم داشتیم البته، این ویدیو هم دخترهای تراکتور سازی هن، اینا هم دهن رژیم رو سرویس کردن. بی حجابیشو خیلی فشار آورد به رژیم و اینا سمبل هایی است که داره اتفاق میفته. و ما یادمون باشه در تمام دنیا در ورزشگاه ها نیروهای امنیتی استخدام اون ورزشگاه هستن که حرفه‌ای باشن. در ایران نظامی ها رو میارن و اینجا برخورد نظامی ها رو ما داشتیم. یادمون باشه صحبت هایی میشه آقا من لعنت بر آخوندا، درود بر نظامی ها، خود منم جز اینایی بودم که اینا گفتم تلاش کردیم اینا، ولی در یک واقعیت دیگری هیچ آخوندی یا حتی همین آمر به معروف ها حریف مردم میشن. اینا اول آخر نیروی انتظامی و سپاه انصار استفاده میکنن که چشم دخترای مردم رو کور کنن، یا الان نیروی انتظامی اومده بچهای مردم رو داره تو ونگشت ارشاد میندازه.
یعنی اون آقازاده ای که فرار میکنه اختلاس میکنه میره کانادا، یا اون بچه آخونده که داره اختلاس میکنه، این حداقل کف خیابون من و تو دختر ایرانو کتک نمیزنه. اینا اول آخر رژیم نیروهای نظامی این کار دارن میکنن. حواسمون باشه که از احساسات ملیمون دیگه این رژیم بیشتر از این نخواد سوء استفاده کنه. ما تلاشمون رو کردیم بتونیم بخشی از این رژیم و نیروهای نظامیشو سمت خودمون بکشونیم، بازم باید تلاش کنیم، ولی دیگه این تلاش ها نباید بهانه‌ای بشه که در عمل بشیم حمال رژیم. یعنی این بعد از مهسا امینی دیگه نباید این کارو بکنیم. و فردا همین نیروهای نظامی اگر رفتن سوریه، به قول مردم اگر کتلت شدن، دیگه گرگه مرگه نکنید براشون. اینا در تهران دارن دختر مردم رو آزار میدن. حالا امشب بیشتر صحبت کنیم. اما نیروهای آمر به معروف خیلی سوختن، خیلی سوختن از این اتفاق. بذارید داشته باشیم ببینیم چجوری خوشنا. این بهاره جنگرویه، عکس دخترای تراکتور رو گذاشته، چند کلامی از دختران انقلاب: استغفار و توبه کنید. ورود زنان به ورزشگاه چه بلای غیر اخلاقی و دینی بود که به اسم مطالبه زنان بر سر زنان ایرانی آوردید. اینو بهاره داره مینویسه. سوخته بهاره، 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 دلم آروم نداره. تو هم مثل این که ماتتت آروم نداره بهاره. حتما برات بهاره جان، ما یک دیلدو 2X large سفارش دادیم که به زودی براتون میفرستیم. اما بهاره ول نکرد دیگه، همینجا حالا ادامه داره. میگه بدون ایجاد زیرساختای لازم مطالبه اقلیتی پاسخ داد، به مطالبه اقلیتی پاسخ داد. ببین هنومزادا خیلی هم اعتماد به نفس دارن، یعنی در کل تاریخ اینا اقلیتن. تاش 72 نفر بودن کنار حسین، خودشون میگن. حالا ما کاری نداریم، خودشون همیشه میگن ما تو سری خور بودیم، همیشه اقلیت بودیم، امام زمان بسترگستر حرام لقمه هم بخواد بیاد نه ایتن 313 تا با خودش یار داره، خود بیشرفشون میگن. حالا اینجا یه اکثریت 84% رو بهار جان اقلیت میبینه و یه اقلیت دگریه، بدپوشه، بدبوه، بدقیافه و کریول منظر خودشونو که نهایتا میشن 15-16% رو اکثریتی میدونه. یه حکایتیست، میگه که مطالبه اقلیتی رو پاسخ دادید که خیلی هاشون کشف حجاب و بیبند و بار هستن و این تصویر به عنوان زن ایرانی به دنیا مخابره میشه. بهتر از اینه که تصاویر شماها جلوی خامنه‌ای به دنیا مخابره بشه که در دنیا فکر کنن ما عقب افتادیم. هیچ جام نرفتی خوشبختانه بهار جون، تهش دیگه اگه رفته باشی کربلاس نیمدی در دنیا بدونی وضعیت چیه دیگه، در مورد ما چی میگن. میگه امسال رهبری در دیدار ماه رمضان با مسئولین فرمودن ما ممکنه فرضاً در یک مسئله فرهنگی سیاسی یا یه حرکت نظامی خطایی کرده باشیم. استغفارش به این است که برگردیم و اصلاح کنیم و تبعاتی را که بر این خطا ما مرتبط شده جبران کنیم. پس جناب عطی مرتبط هم اشتباه نشه و جناب وزارت ورزش، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان توبه کنید تا دیر نشده. چش حتما توبه میکنه. بهاره دعوت میکنه به مسئولین نظام که توبه کنه. یکی دیگه اشون نوشته تشکیل حوزه سعدای قم. این نوشته دستاورد دیگری از کار فرهنگی دولت رئیسی، نتیجه حضور بانوان در ورزشگاه و تماشای فوتبال. انقدر وقیح شدن که نیروی انتظامی میخواد جداشون هم کنه، با افسر درگیر میشن. بازیکن خاطی باید به شدت تنبیه شود. بساط زنان در ورزشگاه نیز باید جمع شود. حالا در این شرایط یه عده‌ای به اسم ملی میگن آقا اگه اسرائیل زد مثلا بخشای نظامی مثلا جمهوری اسلامی رو زد، ما ضد اسرائیل باید بشه. آقا گور بابای اسرائیل ها. من حرفم اینه، این رگای گردن که الان علیه اسرائیل کلوف شده، درود به شرفتون، چرا در باب این مسائل کلوف نمیشه؟ یه سوال دیگه. نمیشه که یه حرام لقمه تریاکی توی لندن نشسته باشه رگ گردنش علی اسرائیل. من میخوام بگم که این رگ گردن علی اسرائیل کلوف شدنه صرفا یه بغض به یهودیاست، چون مطالبی هم که علی اسرائیل داره الان تف داده میشه، همه این مطالب در مورد عراق و پاکستان و افغانستان و انگلیس و آمریکا و هر کشور دیگه ای هم بالاخره مناسباتش در طول تاریخ، حتی پرتغال هم ما رو اشغال کرده، میتونیم اینا رو برای بقیه هم بگیم. بعد اصلا درست یا غلط این مطالبم کاری ندارم، من میگم دست به نقد این واقعیت جمهوری اسلامیه. تو چطور دست به نقد و ول میکنی؟ در باب نسیه داری مانو میدی، داستان اسرائیل و حملش به ایران و هر چیز دیگری، همه اینا میره تو کانتکست نسیه. تو دست به نقد و ول کردی، چسبیدی به نسیه. عزیزم این نقد، به قول خیام، این نقد بگیرا دست از آن نسیه بدار، که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
خب بگذاریم. اینجا این یارو مرتیکه رسول علی خانی هم واکنش نشون داد، نوشت دختر جیمی جامپی، که اینا به کسایی که میپرن تو زمین میگن جیمی جامپی، که با عبور از ماموران خودش را به حسینی رسان، که همین موضوع باعث بروز درگیری ها شد. من میگه دختر جیمی جامپ هم در پایان دیدار استقلال آلومینیوم توانست پیراهن میرزایی را بگیرد و با خوشحالی به جایگاه برگردد. دروازه‌بان هم بغلش کرد. حالا صورتی‌ها و قطبشون، صورتی‌ها منظور یعنی مذهبیون صورتیه، که میگفتن خب دخترها برن ورزشگاه بیان جواب بدن. دقیقا شب قبل از روزی که گفتن با بی‌حجابیا مقابله میکنیم به مأمور نیرو انتظامی میگن بی‌شرف. بی‌شرف که چی؟ مأمور نیرو انتظامی باید خیلی بدتر از اینا سرش بیاد. گمونم توضیح بیشتری دقیقا ببین یه جمله درست همینه. ببین آیا علی خانی من با تو خیلی همراهم، ببین من دوستت دارم، تبلیغ میکنم کانالت هم مردم بیان ببینن، و به خدا دارم رایگان تبلیغتو میکنم، اینقدر به من پیام میدن آقای دانا کانال ما رو تبلیغ کن، من این کار نمیم، ولی تو رو رایگان. جمله دقیقت اینه، گمونم توضیح بیشتری نیاز نه. دقیقا توضیح بیشتری دیگه نه برای شما نیازه نه برای ما. ما وقتی که الان مردم میگن اسرائیل شما رو بزنه ما ضد اسرائیل نخواهیم بود، شما آی شما صهیونیست شدید، شما هوادار شما جهودی، ولای حرفا میزنید. توضیح بیشتری نیاز نیست، مسئله روشنه. مردم زورشون به تو نمیرسه. اپوزیسیون هم هچل هفته میگه اگر خب اسرائیل بزنه من چرا کاسر، نمیگن تازه بیاد اسرائیل بزنه، میگن اگر بزنه چرا من کاسر داغتر از آش بشم، برم ضد اسرائیل بشم، به من چه، هر وقت بمب زد تو سر من اون وقت، اگر بزنه بیت رهبری و پایگاه سپاه و دفتر وزارت اطلاعات و حتی ساختمان صدا و سیما رو بزنه به من چه. اینو من نمیگم، اینو مردم دارن میگن. حالا تو میخوای بگی نه این مردم فلان و بهمان، به قول خودت گمونم دیگه توضیح بیشتری نیاز نیست. واقعا توضیح نیست. بس ما بعد از محسن امینی گفتیم بس سنبس، اینجا دیگه بس سنبس، بقیه همه اینا حرفه، این همه حرفه، به مانند برف قابل چیز دیگه آب شدنه، اینا همه حرفه، آب میشه همچون برفه، این داستانش اینه. اما این آقای سعید هم همینو زد، دوباره همونو اومد گفت دختر جیمی جامپی اینا یادتونه صورتی از خانم‌ها در ورزشگاه دفاع میکنن، اونم برخلاف نظر مراجع و حضرت آقا. متاسفانه در حد دولت حاضر کارهایی شد که دولت قبلی جرأتشو نداشت تحویل بگیره. آفرین، دعوا کنید با خودتون رو پاره کنید. به هر حال دم بچهای تیم استقلال گرم، دم دختران استقلالی گرم، ترکوندن بچهای عراق، هواداران استقلال در عراق. این اتفاقات باید بیشتر رخ بده و گام به گام این در حقیقت عفت صدیقه زهراشون رو باید لکه‌دار کرد. گام به گام عفت صدیقه زهراشون رو بر لکه دار کرد. لکه میندازیم بر دامان فاطمه زهرا، لکه های خیلی شدیدی هم میندازیم. آره قربتون برم، شب و روزگاه خوش، تک تکتون رو به اهورامزدا میسپارم. پاینده ایران.